سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 18 ماه جدی سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه جنوری سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. خواستار جمهور کرده از امریکا برای کشانیدن جنگ به خاک پاکستان در مبارزه با حراس افغانی. خواست پاکستان برای داشتن نقش بارز در گفتگو صلح با طالبان. و امضای چهارمین پیمان همکاری های اقتصادی، تجارتی و فنی میان افغانستان و تاجیکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی بدین باور است که امریکایان در افغانستان پیکار با حراس افغانی را در بخش‌های نادرست پیش می‌برند. آقای کرزی در گفتگوی با روزنامه دیلی بیست یک بار دیگر از امریکا می‌خواهد تا جنگ را در برابر حراس افغانان به خاک پاکستان بکشاند. همزمان با این انتقادهای رئیس جمهور کرزی، عملات هواپیماهای بین‌النشین امریکایی برای نابودسازی حراس افغانان در بخش‌های قبایلی پاکستان نیز متوقف شدند. عملیات های نظامی شب هنگام و خودسرانه نیروهای خارجی در کشور خشم رئیس جمهور کرزی را بیشتر از هر وقت دیگری برانگیخته است. چنانکه این بار آقای کرزی در گفتگوی با روزنامه دیلی بیست کارنامه های امریکاییان را در پیکار با حراس افغانی در خاک افغانستان به شدت انتقاد می کند. رئیس جمهور کرزی می خواهد پیکاری که همکنون در افغانستان در برابر حراس افغانان انجام می شود در پاکستان انجام شود. از دیدگاه من جنگ با حراس افغانی نباید در افغانستان در روستاها و خانه های افغانان پیش برده شود، بل این جنگ برای نابودسازی پناهگاه ها، مراکز آموزشی و مالی حراس افغانان باید در پاکستان انجام شود. امریکاییان در 10 سال گذشته به آنجا نرفتند. ما می دانیم که خواستگاه مشکلات در کجاست، اما امریکاییان در این زمینه کاری نکردند. انتقادهای رئیس جمهور کرزی در حالی تندتر شدند که پس از حمله هوایی ناتو بر پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در منطقه مهمند جنسی، حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی هم در بخش‌های قبایلی پاکستان متوقف شدند، بخش‌هایی که همواره از وجود پناهگاه‌ها و فعالیت‌های حراس افغانان در آنجاها گزارش شدند. مراکزی که در طول 10 سال رشد کرد، پول ایالات متحده آمریکا و تقریبا گفته میتونم که با توجه از اینا در این منطقه تروریسم رشد کرد و امروز هم کوشش میکنیم که اینا را به یک سطح بالاتر از امکانات قرار بدیم. خود به خود نشان میده که ایالات متحده آمریکا بعد از این نمیخواهد که در داخل خاک پاکستان و جلو تروریست ها را بگیرد. در این میان مقام های امریکایی و پاکستانی گفتند که متوقف شدن حمله های هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در بخش های قبایلی پاکستان باعث شدند تا شبکه القاعده و گروه های حراس افغان دیگر در این کشور حمله ها و فعالیت هایشان را گسترش دهند. با این همه بلندپایگان شبکه حقانی تاکید می ورزند که همکنون نیروهای آنان آزادی بیشتری دارند، زیرا پیش از این نیروهای آنان آماج حمله های هواپیماهای بی سرنشین قرار می گرفتند. در این حال اظهارات وجود دارند که کاهش بودجه نظامی آمریکا اثرهای بدر بر افزای کنونی افغانستان خواهد گذاشت. با باور شما از آگاهان، علت اصلی کاهش بودجه نظامی آمریکا دستاوردهای ناچیز این کشور در مقایسه با هزینه‌های نظامیش در جهان با ویژه افغانستان است. این آگاهان می‌افزایند که این کار بر آموزش و بسیج نیروی امنیتی افغان نیز اثرهای منفی خواهد گذاشت. با آنکه رئیس جمهور اوباما در راهبرد تازه نظامیش که بر بنیادان بودجه نظامی این کشور کاهش می‌یابد تاکید می‌ورزد که جنگ افغانستان پس از 10 سال رو به خاموشی است، شماری از آگاهان می‌گویند که کاهش بودجه نظامی آمریکا آن کشور را در کار پیکار با حراس افغانی و آموزش و بسیج نیروهای امنیتی افغان ناتوان خواهد ساخت. این آگاهان تاکید می‌ورزند که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد با کاهش بودجه نظامیش تلاش‌هایش را برای حل بحران افغانستان از راه‌های سیاسی ادامه دهد. نمیتونن که با دست پر، با قوت بسیار قوی، با مصرف بودجه کافی برای به طرف مبارزه تروریسم و مراکز تروریستی را در خارج از کشور حتی در داخل افغانستان هم سازماندهی بکنه. افغانستان زیادتر در هغه څخه متاثر کیږي، ځکه چې افغانستان کې جګړه دوام لري تر اوسه پورې، او زموږ امنیتي قواوې د باسازۍ په درشل کې دي، او اوس لومړنی قدمونه د خپل تجهیز کولو لپاره اخلي. در همین حال شماری از جمهوری خواهان امریکا میگویند که این تصمیم اوباما انتقادهای سختی را در امریکا در پی داشته است.
این تغییر در راهبرد ضربه سخت به نیم صدای حضور جهانی نیروهای آمریکایی خواهد زد و نیز این کار تکرار اشتباهات گذشته است. این کار در آینده نشان خواهد داد که ارتش آمریکا با تهدید روبرو است. با باور آگاهان، گفتگوهای پنهانی میان طالبان و آمریکا و نیز تلاش‌های اخیر آمریکا برای کشانیدن شورشیان بر میز گفتگو شاید از انگیزه‌های راهبرد تازه نظامی ایالات متحده آمریکا باشد. در این حال پاکستان میکوشد تا در گفتگوهای صلح با طالبان نقشه بارزی داشته باشد. شورای عالی صلح با ابراز این مطلب میگوید که اسلام آباد از کابل میخواهد تا که میسیون مشترکی که برای گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد شده بود دوباره به کارش آغاز کند. این شورا میافزد که قرار است هیئت برای گفتگو در این زمینه به زودی از پاکستان به افغانستان بیاید. در این حال شورای عالی صلح از آمادگی ها برای سفر هیئت از این شورا به قطر خبر میدهد. شورای عالی صلح از تمایل پاکستان برای شرکت در گفتگوهای صلح با طالبان خبر می دهد. دبیر و رئیس روابط جهانی شورای عالی صلح می گوید اسلام آباد می خواهد کار کمیسیون مشترک کابل و اسلام آباد که برای گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد شده بود و پس از کشته شدن استاد برهان الدین ربانی رئیس این شورا کار آن متوقف شد دوباره آغاز شود. پاکستان باز خواهان از این شده که کار کمیسیون عالی مشترک به شمول کمیته که کمیته کاری مربوط به این کمیسیون بود اینها دوباره به کار خود آغاز کنند. این دفعه رئیس جمهور پاکستان سفر به افغانستان بکنند، این کمیسیون را فعال بکنند. در همین حال در حالی که رایزنی ها برای فرستادن هیئتی به قطر آغاز شده است، دبیر و رئیس روابط جهانی شورای عالی صلح میگوید که کار سفر این هیئت پیش رفته است و شورای عالی صلح سفر این هیئت را برای برطرف شدن ناخشنودی ها میان کابل و دوحه با اهمیت میداند. یک شکررنجی بین دولت افغانستان و قطر پیدا شده بین این دو دولت. ما امیدوار هستیم که مساعی شورای عالی صلح موجب از این هم شوه که امی درشتی هایی که در مناسبات پیدا شده اینا به نرمش مبدل شوه. در حالی که گزارش ها می رسانند که از 10 ماه بدین سو ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح را با طالبان آغاز کرده است و در این راستا پیشرفت های هم داشته است و طالبان نیز برای این گفتگوها با واشنگتن آمادگی نشان دادند، اکنون حکومت افغانستان می گوید که در این گفتگوها در آشیه بوده است و هیچ نقشی در این روند نداشته است. شورای عالی صلح می گوید که واشنگتن تعهد کرده است که این گفتگوها در قطر به رهبری افغانان انجام خواهد شد. شورای عالی صلح به هیچ کشور اجازه نخواهد داد تا حقوق زنان را قربانی معامله های سیاسی بکند. شمار از زنان که عضویت شورای عالی صلح را دارند میگویند که در این اواخر تلاش های از سوی برخی از کشورهای خارجی به ویژه آمریکا برای گفتگوهای صلح با طالبان جریان دارند، اما آنان تاکید میورزند تا هنگامی که طالبان قانون اساسی افغانستان را نپذیرند و درباره حقوق و آزادی های زنان تعهد ندهند نباید با این گروه گفتگو شود. بانوان عضو شورای عالی صلح 31 ولایت کشور با اشتراک در همایش زیرنام آشنایی با برنامه های تازه شورای عالی صلح و نقش زنان در روند گفتگوهای صلح با طالبان از جامعه جهانی و حکومت افغانستان میخواهند که در گفتگوهای صلح نباید حقوق و آزادی های زنان با معامله های پنهانی قربانی شوند. با گفته این بانوان آجندای این گفتگوها باید روشن باشد و از معامله های پنهانی پرهیز شود. ما نمیخواهیم که امی دستاوردهای 10 ساله قربانی شوه و ما به اصطلاح باز هم ما مورد معامله قرار بگیریم. کشور ما سید از جنگ پشت سر گذاشته زیادتر زنا آسیب پذیر بودند در این مدت. ما زنا یا ما از آدرس زنا خوان 1 سال سراسری به افغانستان هستم. در همین حال شمار دیگر از زنان که عضویت شورای عالی صلح را دارند میگویند که هر فرد کشور خواهان تامین صلح است، اما این صلح باید عادلانه و پایدار باشد. خواهرای ما زیادتر بتونن به وظایف بیشتر اینا موظف شوند یا مقرر شوند و یا اینکه پست های بلندتر را یا بتونن کار بکنن. این بانوان از حکومت میخواهند که رئیس این شورا را باید هر چه زودتر برگزیند تا این شورا بتواند برنامه هایش را به گونه درست به پیش ببرد.
اگر گفتگوهای صلح بر رهبری حکومت افغانستان انجام نشود، این گفتگوها نتایج مثبت را در پی نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب میگوید که جامعه جهانی باید با گفتگوهای صلح افغانستان حرمت بگذارد و تصمیمش را درباره این که رهبری این گفتگوها را حکومت افغانستان داشته باشد عملی سازد. گمانزنی ها درباره این که رهبری گفتگوهای صلح افغانستان را ایالات متحده آمریکا خواهد داشت و افغانستان در این گفتگوها به حاشیه کشانیده خواهد شد، واکنش های را از سوی حکومت افغانستان به دنبال داشتند. چنان که وزارت امور خارجه می گوید، جامعه جهانی باید بپذیرد که رهبری این گفتگوها به دست افغانان باشد. تصامیمی که جوانب افغانی مذاکرات صلح نهایتاً امیدوار هستیم انشاءالله اتخاذ بکنن، از طرف کشورهای همسایه و همچنان جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا مورد احترام و حمایت قرار بگیرن. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه بر انتقال زندانیان گوانتانامو با در نظر داشت قوانین افغانستان تاکید می‌ورزد. بندیانو ساتنه په گوانتانامو کې خپل یو تخلف ده او کله چې دوی گوانتانامو زندان نه انتقالیږي باید یوازې او یوازې د افغانستان د دولت کنټرول ته دوی انتقال شي، ترڅو دنه په افغانستان کې د افغانستان د دولت د نظارت لاندې دوی وساتل شي او هغه کوم تصمیم چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دوی په خپل باندې نیول کیږي هغه تطبیق شي. این در حال است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به تازگی گفته است که رهبری گفتگوهای صلح را افغان‌ها خواهند داشت. حکومت افغانستان در گرفتن مسئولیت زندان بگرام باید مسئولانه عمل کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه مدنی گرفتن مسئولیت زندان ها را از نیروهای خارجی یک نیاز جدی میداند و این کار را کوشش در تامین حاکمیت ملی میگوید. اما میافزاید که حکومت افغانستان در این باره شتاب زده عمل کرده است. این نهادها رهایی زندانیان را بدون فیصله دادگاه از زندان ها خطر بزرگی برای آینده افغانستان میدانند. پس از آن که رئیس جمهور کرزی کمیسیونی را برای بررسی امکانات انتقال مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان تا یک ماه دیگر تعیین کرد، این کار رئیس جمهور واکنشی را برانگیخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر هرچند گرفتن مسئولیت زندان بگرام را از نیروهای خارجی برای حفظ حاکمیت ملی یک نیاز جدی میداند، اما میگوید که حکومت افغانستان توانایی گرفتن مسئولیت این زندان را به این زودی ندارد. یک سلسله نگرانی های وجود داره که ما امیدوار هستیم دولت افغانستان در این رابطه مسئولانه و با در نظر داشته همه نیازمندی هایی که اداره زندان و پیش برد امور نظارت خانه ها همو پروسه های حد اقل میار ها بر زندان ها را و همچنان در مرحله نظارت پروسه محاکمه عادلانه را در نظر داشته باشند. در همین حال مجتمع جامعه مدنی میگوید که نگرانی این است که موضوع زندان ها نیز مبادا یک بازی سیاسی باشد. یک اقدام بسیار شتاب زده است به خاطر از اینکه توانایی های عدلی و قضایی دولت افغانستان به او حد کافی نیست که بتونه این مسائل به صورت بسیار جدی پیگیری بکنه، نه در جبهه مخالفش بلکه حتی در جبهه خودش، یعنی در جبهه موافقینش هم. در همین حال نهادها رهایی زندانیان را بدون فیصله دادگاه و بر بنیاد مصلحت های سیاسی از زندان جفای بزرگی در حق مردم افغانستان میدانند. زندان های را که فعلا به اصطلاح یک تعدادی از طرفین جنگی او اسیر هستند و اینا مسئولیتشان به اصطلاح به عنوان یا به عنوان مسئولین کشتار مردم افغانستان یا مسئولین قتل ها در افغانستان به صورت دقیق به اصطلاح محکمه نشوند بسیار خطرناک خود بود برای آینده افغانستان. این نهادها به فرار زندانیان از زندان قندهار و نبود کنترل حکومت برای 2 سال بر یکی از بلاک های زندان پلچرخی اشاره می کنند و می گویند که یک ماه تنها آغازی برای گرفتن مسئولیت این زندان بوده می تواند و بس. این در حال است که واشنگتن نیز سپردن مسئولیت زندان بگرام را به حکومت افغانستان تا یک ماه دیگر تعجب آور می داند. ادامه خبرها. دبیرکل سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا شده است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از این دو کشور می‌خواهد تا اختلافاتشان را از راه گفتگو حل نمایند. از سوی دیگر امروز محمود احمدی نژاد برای گسترش رابطه ایران با کشورهای آمریکای لاتین راهی آمریکای جنوبی شد.
بان کی مون میگوید که ایالات متحده آمریکا و ایران باید خیشتنداری را حفظ کنند و برای کاهش تنش‌ها در منطقه هر چه در توان دارند انجام دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران میخواهد تا بر بنیاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از غنی‌سازی یورانیم دست بردارد و سلامیز بودن برنامه‌های هسته‌ایش را ثابت سازد. از سوی دیگر روز یکشنبه سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای جنوبی آغاز شد. سفر ما به 4 کشور هست. سفر به ونزوئلا است. من میدونم که دولت ونزوئلا کار بزرگی کرد. دولت آقای چاوز قهرمان مقابله با استکبار. این سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای جنوبی به هدف گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی در حال آغاز می شود که تهدید حکومت ایران بر بستن تنگه هرمز، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را خشمگین ساخته است. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. وزیر داخلی پاکستان میگوید که یادداشت محرمانه با مایک مولن یا میموگید احساسات شهروندان پاکستان را خدشه‌دار ساخته است. رحمان ملک میافزاید که منصور اعجاز یک پاکستانی نیست و برای منافع شخصی خودش توطئه یادداشت محرمانه را طرح‌ریزی کرده است. اتحادیه عرب یافته‌های ناظران این اتحادیه را در سوریه به بحث خواهد گرفت. وزیران خارجه اتحادیه عرب به روز یکشنبه درباره یافته‌های اتحادیه عرب و نیز این که آیا برای پایان دادن به نارامی‌ها در سوریه از سازمان ملل متحد کمک بخواهند یا نه گفتگو خواهند کرد. صدها تن به علت نارامی‌های اخیر در نایجیریا به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. صدها تن از باشندگان مسیحی شمال نایجیریا به علت حمله های مسلحانه اخیر در این بخش ها در حال ترک خانه هایشان هستند. بخش های شمالی نایجیریا از روز پنجشنبه هفته پیش بدین سو گواه 4 حمله مسلحانه بودند که شورشیان اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت آن را پذیرفتند. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. وزارت تجارت و صنایع نظارت بر فروش نفت و گاز را در شهر کابل از فردا شدت می‌بخشد. این وزارت می‌گوید که به همین منظور هیئت از چندین نهاد دولتی تشکیل شده است تا دکان‌های گران فروشان و متخلفان را ببندند و خودشان را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند. اما شما را از باشندگان شهر کابل می‌گویند از زمانی که وزارت تجارت و صنایع از تلاش‌ها برای کاهش بهای مواد نفتی خبر می‌دهد، بهای این مواد افزایش می‌یابد. در حالی که افزایش بهای مواد نفتی و گاز مایع شهروندان کشور را نگران ساخته است، وزارت تجارت و صنایع میگوید هرچند این وزارت بر بنیاد قانون حق مداخله در بازار را ندارد، اما با کمک دیگر نهادهای دولتی بر بازار نظارت میکند و با گران فروشان به گونه جدی برخورد خواهد کرد. چند دکان را بسته کردیم، یک شرکت را بسته کردیم و فعلا در توقیف خانه هستند. در لوی سرانوالی هم را اسپیشان تحقیق شده، اینطور نیستن که ما اقداماتی نکردیم. سخنگوی این وزارت میگوید برای کاهش بدرنگ بهای گاز خریداری 10,000 تن گاز بدون در نظر داشت قانون تدارکات آغاز شده است. اما در نظر است که در دراز مدت یک ذخیره بزرگ استراتژیک مواد نفتی و گاز مایع ایجاد شود. اما هشدارهای وزارت تجارت و صنایع تا کنون چی اندازه در کاهش بهای مواد نفتی و گاز مایع اثر گذار بوده است و آیا این وزارت بر فروش نفت و گاز به گونه جدی نظارت دارد؟ اگر وزارت تجارت کنترل می داشت سر تجارا سر مواد گازی قیمت بی اندازه نمی رسید. دروغ میگه وزارت تجارت که ما دکانا را بسته کردیم، ما خود حالا ندیدیم با چشم خود. میگه پایشون بوده و گاز و تیل با بسیار قیمت بلند اشار و بازار فروخته میشه. با این همه وزارت تجارت و صنایع میگوید قرار است هیئت از لوی سرانوالی، امنیت ملی، شهرداری کابل و وزارت تجارت و صنایع بازارهای فروش مواد نفتی و گاز مایع را بررسی کند و آن فروشگاه هایی را که گاز مایع را به بهای بلند میفروشند بسته کند. در این حال چهارمین پیمان همکاری های اقتصادی، تجارتی و فنی میان افغانستان و تاجیکستان به امضا رسید. وزارت اقتصاد میگوید که این پیمان که با هدف ایجاد سهولت های تجارتی، ترانزیتی و افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور امضا شده است، توافقات سه جانبه را با پاکستان و ترکمنستان نیز در بر میگیرد. بر بنیاد چهارمین پیمان همکاری های اقتصادی و تجارتی افغانستان و تاجیکستان که در بخش های انرژی و آب، معدن، ترانسپورت و ساخت شبکه آهن میان دو کشور، کشاورزی، معارف، مخابرات، صحت عامه، ایجاد سهولت های بیمه و حل مشکلات در گمرک های دو کشور توافق شدند، روی افزایش داد و ستد میان افغانستان و تاجیکستان و راه اندازی شبکه بس ها در مرز دو کشور نیز به توافق رسیدند. توافقنامه سوم کمیسیون
وجود داشته که این بار ما فیصله کردیم که با موجودیت یک کمیسیون مشترک هر دو جانب در تطبیق فیصله های توافقنامه ما انشاءالله که دستاوردهای خوب خواهیم داشت. از سوی دیگر سفیر تاجیکستان در کابل از راه اندازی نشست همکاری های منطقه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی کشورها با افغانستان به ابتکار تاجیکستان خبر می‌دهد. این نشست که تا دو ماه دیگر در تاجیکستان برگزار می‌شود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان به معرفی گرفته خواهند شد. روز 26 و 27 مارچ در تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی همکاری منطقه‌ای با افغانستان می‌شود. ما جانب افغانستان خواهش کردیم که با ما همکاری نزدیک باشند. این در حالی است که وزارت اقتصاد میگوید با توجه به همکاری های دو جانبه با تاجیکستان، از 3 سال بعد این سو میزان تجارت با این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 65 پول، 1 یورو 63 افغانی، 1 درهم امارات 12 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 6. منظور شریف، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 0. کندهار، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. جلال آباد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. و سرانجام در شهر هرات، آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0. امروز خبرها تا این ساعت. اوقات خوش داشته باشید.